تون خوش بگذره به روز شبی خوب داشته باشین برنامه دیگر اومد هفته دیگر در خدمت شما با کارگردانی آقای یاسر عزیزم امیدیم به خدمت شما به امیدوارم که نشستین که برنامه ما رو نگاه میکنیم با چایهاتون هم برقراره و همین که از کلام خداوند براتون میخونیم تا حقیقتا کلام خداوند برای ما و برای زندگی ما که مفید است یاد بگیریم که خداوند به ما چی یاد میده <applause> خب شمالین عزیز شما چطوری مرا شما هم خوبین شمالین امیدوارم که الان فصل برنجه، برنج برنج کاری حال کردین شما خدایشون بیجار دیدرین حال کردین عاشقم که او بیجار نگاه بکنم بوی از او بیجار بخوره بومید دماغ اوه چه حالی دینه واقعا اصلا بهار یه چیز دیگه گیلان ما دارم امیدوارم که خوب و خورم باشین واقعا خوش بگذره بهتون و همیشه سرزنده باشین بزا برنامه با دعای آغاز بکنیم بیایم خدمت شما خداوند شگوزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من داده قدوس از تو می طلبم خداوند تمام افکار و ذهن منو در کنترل و به حمایت خودت بگیری خداوند برنامه من هدایت بکن و حمایت ای خداوند و هر چیزی از زبانم بیرون میاد قدوس نام تو را جلال بده ای خداوند امروز قلبا رو آماده کن ای خداوند وقتی کلام تو برای زندگی هاشون مفید باشه ای خداوند و از کلامت استفاده بکنن ای خداوند امروز از تو می در نام قدوس عیسی مسیح ایران ایرانی رو ای خداوند آزاد کن از هر چی قید و بند و همچنین جمهوری اسلامی که خداوند بر ایران مسلط شده خداوند تو خدای قدوسی همه کار تو هستی خداوند اگر از تو نیستن اینا رو بر داره خداوند به نام پرجلال عیسی مسیح آمین خب عزیزان امروز باید چون دو طرف درس دارم باید زود به درسم برسم چون وقت میدونم زود میره ولی بیزار ما یه شعر خودمونم بخونیم بعد بیایم به کل گب خودمون برسیم گب گفتگوی خودمونی تا بدونیم که دنیا دست کیه ولی دنیا باعث دست ما ایرانیا باشه نه البته همه جای دنیا نمیخواد دست ما باشه اگه اینجور رژیم باشه تمام دنیا بدبخت میشن ولی ما میتونیم در این شرایطی هستیم حساس میتونیم بیایم هفتاد میلیون آدم پنجاه میلیون آدم بیایم بیرون بهترین موقع برای ایرانیا که بیان بیرون این رژیم خیلی راحت عوض بکنن نمیتونه این رژیم بهتون دست راز بکنه نمیتونه گلوله براتون بفرسته هیچ کاری نمیتونه بکنه راحت میتونین عوض بکنین فقط یک قدم میخواد تا پیروزی بیایم بیرون از ما گفتن یا ببین چقدر گفتیم به شما <تصفح> میگه تو آن نوری که تابیدی به عالم بیا که چشم برایتم خداوند چرا آن نور عالم را نبینم که <applause> از چای حلاکت پر بگیرم بیا با همدیگر نامش بخوانیم که او سربر پادشاه دنیا برو همدش بگو شکرش بکن منجی خداوند که تا هستی در این دنیا با ایسا خداوند که او سخره است هم آب حیات است کنیم شادی در نام خداوند که او آغاز هم بالا پیام است که اوز قادر و هم مطلق خدا است برو حمدش بگو شکرش بکن منجی خداوند که او سربر او بالاترین است خداوند و صاحب آسمان و زمین است امیدوارم خوشتون بیاد جلال بر نام خداوند که این سرودار به ما میده ما برای شما میخونیم <تصفح> امروز برنامه ما هست رابطه ایماندار و بی ایمان به شریعت ما خیلی موقع از دوم قرنتیان باب شیش باید براتون بخونم بذار پیدا بکنم اینو باب شیش آیه چارده رابطه ای ایماندار و بی ایمان <تصفح> ولی یه ذره بیزار در رابطه با همین که درس شروع بکنم بگم ما ایرانیا یا خیلی مسلمان ها میان از کشور خودشون بیرون به خصوص ما ایرانی ها من کاری به کشورهای دیگر اسلامی ندارم کاری به کشور خودم دارم که چون خودم مسلمون بودم و از مسلمونی خیلی ندیدم به اومدم تو کشور آزاد به فهمیدم که قرآن خوندم چند تا کتاب ها رو خوندم دیدم واقعا اسلام دین خدا نیست حقیقتا دین خدا نیست به رامو عوض کردم نه اینکه یه نفر زور به من بگه آقا بیا تو مسیحی بشو فلان نه هیچ کس زور به من نگفت هیچ کس هم به هیچکس کس زور نمیگه میگه آقا برو بخون اول دین خودتو بخون ببین اسلام حقیقتا تو اون قرآن هرچی نوشته قبول داری یا نه اگه اون نوشته هاش قبول کردی نوشی جونت اسلامی بمون کاری نداریم ما هیچ اصلا حرفی توش نیست <تصفح> ولی اگر دیدی واقعا توش چیزی نوشته هست که برای زندگی هی بی ارزشه برای زندگی خوب نیست حقیقتا عقل تو به کار ببر به برو راه رو پیدا بکن به اون خدای زنده رو بشناس چون ما که مسلمون که من الان همینجوری که مسلمون نبودم که مسلمون زاده بودم یعنی پدر مادرم مسلمون بود اگه پدر مادرم یهودی بود منم یهودی بودم اگه پدر مادرم مسیحی بود منم مسیحی بودم اگه بیدین بود منم بیدین بودم ما ایرانیا میسی که پدر مادرم چون مسلمون بود باید همینجوری نگه دارم برم نه باید بخونم هر دینی اگه پدر مادرم داشته باشه وقتی به با عقل رسیدم باید بخونم که ببینم آیا این دین برای من به درد میخوره یا نه بعد آدمایی که از ایران بیرون میان وقتی من از ایران بیرون اومدم یعنی از قوانین اسلامی جمهوری اسلامی خوشم نمی اومد از اونجا زدم بیرون در یک کشور آزاد اومدم نه اینکه من از اونجا زدم بیرون از قانون اسلام بدم اومد از قوانین اسلامی بدم اومد از امر نه اونا بدم بیاد بعد بیام توی کشور خارجی تو آمریکا بیام توی اروپا بیام توی کشورهایی که آزاد دموکراسی وجود داره و مدن تمدن مردم خیلی آزادن هیچ کس بگه هیچ کسی زور نمیگه اینجا بیام دنبال هیئت اسلامی بگردم مس دنبال مسجد بگردم نمیدونم دنبال نماز خوندن و روزهداری و این چیزا بگردم یا ببینم کجا مثلا قرائت قرآن من برم اونجا قرآن بخونم بابا اگه این خوشم میومد که از ایران بیرون نمیومدم خود توی جمهوری اسلامی بودم هم هیئت بود هم نمیدونم مسجد بود آزاد بود که من بتونم اونجا برم تو مسجد تو قرانخونی تو هیئت همه جا برم ما یا رو گم کردیم یا بیهویت شدیم واقعا نمیتونیم تشخیص بدیم چجوری زندگی بکنیم تو اینکه از اون قانون بدن می اومد, اومد اومدی توی امریکا دنبال هیئت میگردی اینجا دنبال مسجد میگردی خب چرا تو ایران نموندی چرا تو کشورهایی که اسلامیه نموندین عین اون مسلمانایی که مال عربستان و پاکستان و اینورا بودن تو دانمارک الان هرچی یاسر جان گشت نتونست اون فیلمو پیدا بکنه تظاهرات کردن که آقا ما در دامارگ میخوایم که قانون اجرا بشه که قانون اسلام شریعت اجرا بشه در اون ما اگه قانون اسلام میخواد پیاده بشه اونجا خب برو تو پاکستان بمون برو تو عربستان بمون برو تو ایران بمون دیگه اونجا که قانون اسلام پیاده داره میشه که او چطور تو از اونجایی که قانون اسلام پیاده میشه بدت اومد اومدی توی کشور آزاد اینجا دیدی آزادی زیاده الان به قول بچه چی میگن؟ چی چی فیلی یادت فیلی یادت نمیدونم فیلی این دوستان چیزی چی که داری افتاد الان میخوای اینجا برنامه مسجد و نمیدونم هیت و نمیدونم نم قرآنخانی و نمازخانی پیدا بکنی چرا ما اینجوری هستیم الان در بدبختی و بیچارگی کامل هستیم تو ایران یک نفر آزی نیست از یک قدم بیزاره در شرایط بهترین شرایی تو برای اینکه سرنگون این رژیمه یک نفر قدم نمیزاریم بیرون هست که دستی از غیب بیاد شما رو یه دفعه این رژیم برداره شما رو پیروز بکنه حالا من کاری به اون تظاهراتون ندارم اینجا نیستم که بگم با آقا با براتون امرو نهی بکنم آقا برین تظاهرات بکنین نه اون خودتون باید تشخیص بدیم با من ربطی نداره من برای آزادی شما میگم برای آزادی وطنم میگم من در رژیم شاه اشتباه بود اشتباه بود اشتباه بود ولی تظاهرات کردم من تمام اون تظاهرات اگه چهار تا تیرم خالی کردم پیشش بودم ترسی نداشتم که بمیرم چون عقیده ای داشتم که باعثی اون عقیده رو میرفتم جلو شما که الان اونجا مخالف جمهوری اسلامی هستین کسی قدم بر نمیداره هر که در ساز خودشی میزنه هر که حال خودشی داره میکنه از این چه ربطی نداره شاپور چیجی زنده است یا نیست حسین زنده است یا نیست اسخر نمیدونم زنده است یا نیست از کاری به کسی نداری نداری ما که ماکه. میایم کشور خارج میایم یک کشور دموکراس میایم تو کشوری که واقعا آزادی کامل کسی کاری به کار کسی نداره میایم اینجا دنبال هیئت میگردیم هیئت آزاداری میگردیم یا بیایم اینجا توی لس زنجیر بزنیم تو لس بزنیم تو سرکلمون بابا عوض این خط اگر مونده باشیم بریم بخونیم حداقل بخونیم این قرآن رو بخونیم ببینیم چی نوشته کتابای اسلامی رو بخونیم الکی رگ گردن ما نزنه بیرون بخونیم ببینیم چی نوشته تو جاخه آیا واقعا دین خدا هست یا نه اگه دین خدا باشه در آیه سوره مریم آیه 71 محمد نمیگه همه میریم به جهنم اگه دین خدا باشه که خدا نمیگه که تو به پیغمبرش بگه همه رو بگو شما مردم این همه شریعت و این همه پرستش همه بگونی آخرش میدین جهنم آخه این چی دینیه دین خدا یعنی راه رو برای من باز بکنه مثل پدری میمونه که به فرزندش تعلیم درست میده مثل پدری میمونه که بگه با من بگه پدرم با من بگه شاپور تو آخرش هم میفتی تو چاله پاله میمیری آخر هم میفتی تو رودخونه میمیری آخر هم نمیدونم بدبخت و بیچاره میشی هیچ پدری اینجوری میگه یا تعلیم درست به من میده میگه آقا راه اینه چا اینه اینجوری برو اینجوری بکن اینجوری بکن تا موفق بشی در زندگی تا اون هدفی که داری برسی بهش هر جام رفتی اگر هم یه ذره لغزش خوردی یه ذره افتادی من پشتتم نه ترس بیا از من رنمایی بخوا <تصفح> ما میگیم انجیل بخونیم برای اینکه انجیل وقتی میخونین کتاب ربانشناسیه کتاب فلسفیه کتابی است که زندگی رو به این نشون میده حقیقتا ببین اگه یک دونه اشتباه درش پیدا کردی ببین عیسی مسیح تعلیمی که میده واقعا تعلیم برای زندگی هست یا نه چرا اومدم این حرفا رو زدم برای اینکه چندی پیش یه جوون اومد اونجا میگه که هیئت جوون 20 22 ساله میگه اینجا هیئت شنیدم هیئت اینور میخوام برم هیئت میگم خود تو چرا تو جمهوری اسلامی نموندی اگه هیئت میخواستی بری چرا تو ایران نموندی اومدی بیرون میگه دیگه الان اومدم دیگه این حرفا رو نزن چی حرفا رو نزنم تو از قانون اسلام بدن میومد قانون جمهوری اسلامی بدن میومد اومدی بیرون دوباره اومدی اینجا دو قانون جمهوری اسلامی میخوای تو دانمارک هم همینجوری بود تو گلستان هم تظاهرات میکنن از استفاده میکنن از این آزادی میگه ما آقا تو مثلا اونجا داری آبجو میخوری نباید بخوری نمیدونی باید پیغمبر ما محمد میگه نخوری اون محمد نمیشناسی اصلا کیه که کی؟ تو تازه محمد نمیشناسی تو که مسلمونی فکر میکنی محمد میشناسی محمد پیغمبر تو در صورت که پیغمبر نیست پیام خدا قرآن بخون اگه پیام خداوند اون باشه من حاضر نیستم هیچ وقت به اون پیام ارزش قائل بشم براش بخون بین خجالت میکشی یا نه بخصوص این خانوما که هیچ مقامی در اسلام ندارن هیچ مقامی در اسلام ندارن همیشه تو سری خوره یعنی اسلام نابود کننده زنه بعدا خانوما دنبال اسلامن اینجا مسجد میرن همه تتیش مامانی لباس های آنچنانی تا اینجا نمیدونم علنگو تلاول آرایش میرن میزنن با آقایو میزنن اونجا نماز میخورن این اسلام اسلام مندراوردی ایرانی هر جو دلت بخواد اونجوری بارا حالا بریم به درس ما برسیم که بیاترین چیز از کلام خداوند خوندنه و واقعا اینقدر جمهوری اسلامی گندکاری داری ها اینقدر گندکاری داره که هر برنامه سوژه ای که در ایران میشه بدون که همیشه پشت سرش یه چیزی هست همین قتل این زنم که اون مرد زنش کش همون هم یه سوژه پشت سرش هست اصلا نمیخوام دیگه تو اون کاتگوری برم چون برای اینکه اینقدر اینجور برنامه ها رو چهل سال پیاده کردن اینا هم ما مردم افکار ما رو خراب کردن هم زندگی های ما رو خراب کردن هم کشور ما رو نابود کردن اخلاق ما رو داغون کردن هویت ما رو از بین بردن در ایران هیچ کدومم هم کر نمی کنیم. هیچ کدوم هم حاضر نیستیم با هویت خودمون برگردیم هیچ کدوم نیستیم یه مطالعه بکنیم ببینیم آیا واقعا اینایی که اینقدر این دولت مردایی جمهوری اسلام میگن چرتی پرتی که میگن واقعا هست یا نه ببخشید دیگه دلم پر بود خدایش وقتی این جوون دیدم گفته یه میخوام واقعا دیگه دلم پرش بود میگه رابطه ایماندار و بی ایمان میگه با بی ایمانان پیونده و همبستگی ایجاد نکنید یعنی به مسیح میگه که چون شما البته نه به اون صورت که بشارت به اینا ندین بشارت بدین ولی مثلا جاهایی که میرن مثلا غ... مثلا از نظر اخلاقی از نظر فساد خرابه میگه با اینا زیاد همدم نشین دم خور نشین <applause> میگه آیا میتوان بین پاکی و گناه پیوند باشد میشه من الان برم مثلا یه آدم که مسیحی هستم برم زنا بکنم دزدی بکنم هیچ پیوندی داره با مسیح نه برای اینکه عیسی مسیح میگه که آقا زنا خوم نیست دزدی خوم نیست سر مردم کلا گذاشتن خوم نیست اینو میگه میگه هیچ میشه بین پاکی و گناه یکی شد نه مثلا میشه از یک آبشار آب شیرین بیاد شورم با هم بیاد نه یا شیرین میاد یا شور میگه آیا نور و تاریکی با یک دیگر ارتباطی دارن یه جا تاریکیه یه جا نوره هیچ ارتباطی دارن نه اونجا تاریکه اینجا نوره یعنی روشنایی میتونی همه چی رو ببینی در تاریکی چیزی رو نمیتونی ببینی. بس تاریکی از روشنایی جدا همیشه. چون در تاریکی کارهای ضد اخلاق، کارهای فسادیه هر چیزی که غیر اخلاقه، غیر خداییه، غیر انسانیه در تاریکی انجام میشه. در روشنایی کسی نمیاد همینجا مثلا در روشنایی دزدی بکنه زنا بکنه کارای بد بکنه نه میگه یا بین مسیح و شیطان تفاوقی وجود دارد مسیح اومد به ما روی صلیب رفت گناههای ما رو برداشت و با خونش ما رو پاک کرد تا ما آزاد بشیم شیطان میاد به زندگی ما میزنه تا زندگی ما رو نابود بکنه شیطان دوست نداره که من و تو وقتی رای خوب میریم داریم کار خوب میکنیم در زندگی عمل خوب انجام بدیم چون اینقدر زرق برق این دنیا رو به این نشون میده اینقدر خلاف های این دنیا رو به این نشون میده که تو رو میکشونه به خلاف اینی شما دیدیم مثلا اونایی که هیریون میفروشن مواد مخدر میفروشن بعد جوونا رو گیر میارن سالما، یواشی واش اینا رو میگن اول بفروش بعد ایواشیواش واش اینا رو معتاد میکنن اینه میشه میگه اینه شیطان با عیسی مسیح عیسی مسیح رای زندگی رو بهت یاد میده که درست زندگی کردن متوجهشی یاد بگیری ولی شیطان نه همیشه رای خلاف میره مثلا شیطان بهت میگه برو دزدی بکنی این همه پول داره بلش کن مثلا این میلیاردره برو علیه دو میلیون هم بزن ازش شیطان همیشه خلافه یعنی تو زندگی سالم نمیخواد داشته باشی اگه یه نفرم میگی که آقا من اصلا نه شیطان رو میپرستم نه خدا رو میپرستم تو این وسط هستم وسطی وجود نداره چون وسط یعنی تو دست شیطان هستی میگی دیگه این هست تو دستم اصلا کاری به چیز دیگه ندارم خودش هست همون که اون طرف قبول نداره توی بغل شیطانی میگه آیا بین یک ایماندار و بی ایمان وجه اشتراکی هست؟ نه اگه کسی ایمان نداره هر چی دلش میخواد هر کاری میکنه ولی کسی که ایمان داره هر کاری رو انجام نمیده چون ایمان داره که دزدی بده ایمان داره که زنا و سیغه و این چیزا بده نمیکنه این کارو میگه آیا میتوان خانه خدا را با بتخانه یکی دانست اینی که این بتخانه ای که در عربستان هست شما خانه خدا خانه خدا را با این بتخانه یکی میدونین خانه خدا در اسرائیل از قدیم و ندیم خانه خدا در اسرائیل بود حتی کروش کبیرم خانه خدا که خراب شد دوباره بازسازی کردن ولی ما این بودخانه رو میپرسیم که یک سنگی توشه دورشه یه جعبه زدن مردم هم دورون میگردن خدا احتیاج اولش نداره که تو دور خانش بگردی خدا احتیاج نداره که تو یه جای مشخصی بری خدا رو پرستش بکنی شما میتونید در هر جایی که هستین با خدا راز نیاز بکنین در هر جایی که هستین عبادت بکنین در هر جایی که هستی در هر وقت در هر موقعی که دلت بخواد نه وقت مشخصی نه جای مشخصی نه بتخانه باشه مثلا تمام ما ایرانی ها بیشتر الان بت شدیم عوضی که خدا پرست بشیم رفتیم این حتی امامزاد سیار میپرستیم که <تصفح> روی ماشین میذارن میبرن ما اونم میریم دست میزنیم میزنیم رو صورت ما که بگیم که آقا اینم مثلا تبرکه که نیست هم چیزی سرود اوکی okay. بریم یه سرود گوش بدیم برگردیم به شما <تصفح> زیماز نام تو عیسی جلال برنام تو عیسا قدرت از آن تو عیسا ا to تون خوش بگذره به برنامه رو دارین میبینین و استفاده میکنین از کلام خداوند دوست دارم که چایاتون برا باشه چای دستتون باشه بشینی اونجا حقیقتا کلام خداوند رو گوش بدین ببینین کلام خداوند باعثی برای زندگی ها مفید باشه خداوند مثل بابا مثل پدر مادر میمونه یه خانواده است که میخواد خانواده خودش حفظ بکنه نمیخواد خانواده یا پدر نمیخواد مادر نمیخواد که بچهش مثلا دخترش پسرش بره رای هر چی دلش میخواد تعلیم میده بهش زورم بهش نمیگه به زور نمیگه آقا تو این کار بکنه اون کار بکن با تعلیم با محبت با, آرامش با بچه صحبت میکنه که بچه هم درک بکنه اون بابا و مامان چی میگن هم بدونه که بابا و مامان برای خوبی خودشون میگن بابا و مامان با خاطر محبتی که به فرزندش دارن این صحبت میکنن کلام همین همینجوری باید باشه این که نمیشه من تو قرآن بخونم مثلا همه میرن به جهنم یا نمیدونم اگه یه نفر عقیده ای طور نداشت باید سرش ببری دوبار بهش گفتی اگه قبول نکرد از وسط اینو تیک پاره بکنی این که نمیشه که خدایی که اینقدر محبته که نمیدونه اینجوری به دستور نمیده تیک پاره بکنی که بس معلومه که اون نیست باعثی ما عیسی ایسای مسیح تعلیمی که به میده ببین تعلیماتش همه برای زندگی ماست هیچ کدوم نیست که برای زندگی مفید نباشه تمام فلاسفه دنیا باور بکنین این روشن فکرهایی که این همه صحبت میکنن همه از این تعلیم میدن پونتا اسم عیسی مسیح رو فقط نمیارن توش خب ما از داشتیم از دوم قرنتیان رابطه ایماندار و بی ایمان داشیم صحبت میکردیم که تا آیه تا آیه چارده شروع کردم تا دو تا آیه خوندم گفت سرود رسید یعنی اینقدر وقت زیغه وقت کم میاره وقتی آدم کلام خداونده میگه میخواد بشکافه صحبت بگونه در رابطه دو تا آیه رو میخونه نیم ساعت میگذره بیزن من تا این آیه رو که خوندم براتون یه سر بخونم میگه رابطه ایماندار و بی ایمان میگه با بی ایمانان پیوند و همبستگی جان نکنین آیا می میتواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد آیا نور و تاریکی با یکدیگر ارتباطی دارند یا بین مسیح و شیطان تفاوقی هست وجود دارد آیا بین یک ایماندار و بی ایمان وجه اشتراکی است نه چون برای ایماندار هر کار نمی در زندگی ده الان ده بار گفتم دزدی نمیکنه زنا نمیکنه به عنوان سیغه نمیدونم کارهای دیگه بد اخلاقی بی محبتی همسایه میگه خدا میگه همسایت دوست داشته باش خدا رو دوست داشته باش مردم رو کمک بکن اینا رو میگه خداوند یک بی ایمان که ایمان نداره به این چیزا اصلا کر نمیکنه شاید هم چهار کمک مثلا بکنه چهار ولی کر نمیکنه اصلا نمیره تو اون کاتگوری که حتما مثلا زنان نکنه یا حتما مثلا اگه کلابرداری نکنه حتما دوزی نکنه نه اگه جاش باشه میکنه چون اگه ایمان نداره دیگه بی ایمانه عقیده نداره که خدا اونو دوست نداره اون ارکاتشه خدا میخواد که همه این آدمای روی زمین نجات پیدا بکنن حتی نمیخواد خدا یک نفر به جهنم بره ولی ما اینقدر خودمون دوست داریم به جهنم بریم خودمون رو از خدا دور میکنیم میگه یا میتوان خانه خدا را با بتخانه یکی دانست که صد درصد بتخانه با خانه خدا یکی نیست چون اون بت نه حرف میزنه نه حرکاتی انجام میده نه حرفی نه کاری نه قدمی هیچ کاری نمیکنه برادر. چون بوت در ساخته انسانه ولی خدا نه خانه خدا که میری خدای زنده باید صحبت میکنه اولش هم خانه خدا در دل ما خانه خدا همه جاست از روزی که عیسی مسیح اومد دیگه شریعتی وجود نداره شریعتو و برداشت شریعت فقط گناهی ما رو به ما نشون میده میگه زیرا شما خانه خدای زنده هستین و خدا در شما ساکن است اونایی که مسیحی شدن به مسیح ایمان آوردن میگه شما خانه خدا هستین چرا؟ چون روی خدا وقتی به مسیح ایمان میاری روی خدا در تو ساکن میشه و چون روی خدا در تو ساکنه بس تو خانه خدای زنده ای یعنی میتونی دست بیزاری رو بیمار به نام ایسای مسیح چون روی خدا در تو است میتونی دست بیزاری دعا بکنی شفا جاری بشه همه کار میشه چون روی خدای زنده در توه میگه تو خانه خدا هستی چنانکه او فرموده است من در ایشان ساکن خواهم شد و در میانشان اقامت خواهم گزید وقتی به ایسای مسیح ایمان میاری روی خداوند در بدنت ساکن میشه میگه من همیشه با شما هستم هر جا باشین دعا بکنیم به نام عیسی مسیح خداوند با شما هست چون روی خدا در شما ساکنه وقتی روی خدای زنده در من ساکن باشه من نمیذاره هر کاری رو که دلم میخواد بکنه چون جسم انسان میخواد هر کاری دیرش میخواد بکنه ولی روی انسان وقتی خدا در روی تو ساکنه هر کاری رو نمیکنی و من خدای آنان خواهم بود و ایشان قوم من از این روز که خدا میفرماید از میان گناهکاران خارج شوید یعنی میگه که شمایی که شیطان داره شما رو میبره به رای انحراف برای گناه خارج بشین زندگی ابدیتون از دست ندین به خاطر هشتاد هفتاد سال هشتاد سال نمیدونی پنجاه سال سی سال زندگی میگه اون طرف تو از دست نده ابدیت تو از دست نده در این دنیا طوری زندگی بکن که بتونی اون دنیا رو داشته باشی و ایمان داشته باش که جهنم و بهشتی وجود داره چون هشت میلیون آدم فقط تو امریکا وقتی مردن بعد از یک ساعت دو ساعت سه روز حتی زنده شدن به اکسپرینس بعد از مرگو صحبت میکنن داشتن که رفتن اون دنیا رو دیدن خود را از ایشان جدا سازید به چیزهای ناپاک دست نزنید تا شما را بپذیرم میگه یعنی زنا نکن دزدی نکن دل مردم در نیار با مردم بحث مجا... نکن با مردم دعوا نگیر با مردم نمیدونم رفتارت خوب باشه کلک نزن دیگه یعنی زندگی سالمی داشته باش زندگی سالم چیه؟ نمیگی که آقا برو یه جا بشین فقط کلام بخون با من رازی نیاز بکن نه زندگی خودتو بکن پارتی خودتو برو شراب خودتو بخور ولی مست شراب نشو شاد باش در زندگی خدا که نمیخواد ما غمگین باشیم که خدا میخواد ما شاد باشیم در زندگی هیچ پدر مادری نمیخواد بچش غمگین باشه اگه بچش غمگین باشه پدر مادر بیشتر ناراحته چرا بچه هم است پدر مادر دوست داره که بچهش شاد باشه خدا هم اینجوریه دوست داره که فرزندانش شاد باشن خدایی که تمام کهکشان و زمین مالون به وجود آورنده همه این چیزاست من تو رو وقتی به عیسی مسیح ما میاریم فرزندان خودش میدونه و خودش پدر ما میدونه این بالاترین افتخاری که خدا منو فرزند خواند و من پدری دارم که همیشه با منه آنگاه من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من وقتی خدا من میگه تو فرزند منی پس من کاری نمی کنم که این خدا که پدر منه دل پدرمو در بیارم یک فرزند هیچ وقت دل پدر مادرش رو در نمیاره سعی میکنه طوری رفتار بکنه که هم خودش شاد باشه هم پدر مادرش ازش راضی باشه و پدر مادرش هم شاد باشه بچهش شاد ببینه بچهش موفق ببینه در زندگی این چیه که مثلا اسلام یه بچه رو بوم میبنده به خودش میگه برو بین مردم منفجر بشه و هم خودتو بکش هم هزارون نفر آدم بکش این محبت فدران است این محبت خداست اینایی که این کار میکنن آیا اینا اصلا میفهمن انسانیت یعنی چی اصلا میفهمن خود شناخت خدا رو دارن نه موقعی شما شناخت خدا رو دارین که انجیل خداوند از عیسی مسیح بخونین بقیه بعد از اون همه دروغه همه دروغه چون خود عیسی مسیح گفت بعد از من هیچ کس دیگه نمیاد هر کس بیاد همه دروغه پیغمبران دروغی هستن و ایده زیادی هم منعرف میکنن تا اینجا رابطه ایماندار بی ایمان خوندیم الان میخوام شریعت هم یه ذره براتون بگم که از غلاطیان آیه 16 باب 3 آیه 16 غلاطیان باب 3 آیه 16 میگه به همین ترتیب خدا نیز به ابراهیم و به فرزند او وعده هایی داد میگه به همین ترتیب خدا نیز به ابراهیم و به فرزند او وعده داد توجه داشته باشید که خدا نفرمود این وعده ها را به فرزندان او خواهد داد نگو به همه میدم که فقط به فرزند خود یه وعده یک دونه فرزند داد که منظور یهودیان باشد بلکه فرمود که نگو به تمام یهودیان این وعده میگه منظورش این بلکه فرمود که وعده ها را به فرزند او عطا خواهد کرد یعنی منظورش ایسای مسیح بود که م... گفتم بعد از ایسای مسیح هم شریعت دیگه رفت دیگه کسی با شریعت زندگی نمیکنه فقط شریعت شما رو نشون میده که گناه, کاری به میتونی برگردی عیسی مسیح از اون موقع اومد دیگه شریعت و برداشت به خودش قربانی شد بره شد قربانی گناه های ما شد که ما دیگه نریم به شریعت مثلا هر روز مثلا اینجا ساعت دوی بازور باشه نماز بخونم رو به طرفی بخونم نمیدونم این کار بکنم اون کار بکنم پای منو میذارم سمت چپ به توالد برم سمت راست نمیدونم اونجوری بیزارم دیگه اینا نیست وقتی به عیسی مسیح ما میاری در هر جای دنیا هر جا که زندگی میکنی هر جا که داری میری میتونی راحت خدا رو پرستش بکنی میگه حال مقصود این است وعده و پیمان خدا مبنی بر نجات بشر توسط ای ایمان که خدا آن را نوشت و مور کرد به وسیله ده فرمان و شریعت موسا بود اون شریعت ده فرمان و چار ست و سی سال بعد از آن روی کار آمد و هیچ وجه باطل نشده میگم که باطل نکرد ایسای مسیح گفت که من اومدم تورات رو باطل کنم بلکه اومدم تکمیلش کنم دیگه شما دیگه به اون شریعت فقط شریعت به شما نشون میده چی کارها رو بکنین همین. ولی عیسی مسیح اومد تکمیلش کرد خودش رفت روی صلیب تا ما به خون اون از گناه ها پاک بشیم انسانی میخواست هم انسان باشه هم خدا باشه که بتونه پاک باشه در انسان بتونه جسم پاک داشته باشه که بتونه برای گناهان تمام بشر قربانی بشه به هیچ وجه باطل نشد و تغییر نیافت اگر قرار میشد نجات از راه اجرای دستورهای مذهبی حاصل شود مسلما این روش نجات با روشی که ابراهیم از طریق آن مقبول خدا گشت تفاوت پیدا میکرد زیرا تناکاری که ابراهیم انجام, داد پذیرفتن وحده خدا بود که خدا به ابراهیم وحده داده بود که از نسل تو کسی میآید که گناهان پاک میکنه کسی میاد که عیسی مسیح باشه وحده برای عیسی مسیح بود که تمام عهد عتیق به عیسی مسیح پیام میده نبی ها همه از عیسی مسیح می گفتن. نبی یعنی اینکه شما دو آینده رو بگین تمام نبی های عده عتیق مال کتاب یهودیان به ایسای مسیح میگن که عیسی مسیح چی موقع میاد کی میاد چجوری میمیره چجوری زج میکشه تا نجات دهنده عالم باشه پس در این صورت خدا شریعت را به چه علت عطا کرد شریعت در واقع بعد از های خدا عطا شد تا به انسان نشان دهد که احکام خدا را نگه نمی دارد به گناهکار است ده فرمان موسی را نمیتونستن کسی اجرا بکنن میگه خدا اون شریعت داد تا تو بفهمی من بفهمم که گناهکاریم نمیتونیم با شریعت به خدا برسیم چون نمیتونیم اجراش بکنیم تمام شریعت من نمیتونم توی زندگی اجرا بکنم تخطی میکنم از اون شریعت وقتی از قانون اینی که ماشینی که مرد سرعت مثلا 35 مایل گذاشت وقتی من 60 مایل میرم یعنی تخطی دارم میکنم دیگه این قانون شریعته شما هم نمیتونین اون قانون شریعت رو اجرا بکنین به این فاصله بود که عیسی مسیح اومد میگه اما رواج شریعت فقط تا زمان آمدن مسیح میبایست ادامه یابد یعنی تا موقعی که عیسی مسیح بیاد از اون موقعی که عیسی مسیح اومد دیگه شریعت رو تکمیل کرد بالاتر از اون رفت یعنی خودش رو قربانی کرد که من فقط من نوعی فقط من انسان باعث به عیسی مسیح ایمان بیارم و قبول بکنم که عیسی مسیح روی صلیب رفت کشته شد بعد سه روزم قیام کرد فقط برای گناه های من رفت روی صلیب و خونش ریخت فقط به این ایمان بیارم من میشم مسیحی و دیگه کاری به شریعت ندارم آن چیزی که عیسی مسیح تعلیم داد از با تعلیم عیسی مسیح جلو میرم که هیچ اصلا تعلیم سختی هم نیست خیلی آزاد خیلی خوب درسته سختیش اینه که شما دیگه نمیتونین مثلا برین مثلا اون موقع اگه یه سیغی میکدین زنا میکدین دیگه اینه نمیتونی بکنی دیگه نمیتونی سر کسی رو کلا بذاری. دیگه نمیتونی دل کسی رو در بیاری اینه یعنی رای انسانیت به ما نشون میدهه یک انسان که باید چجوری زندگی بکنه عیسی مسیح اومد رای انسانیت مال نشون بده که آقا یک انسان باید اینجوری زندگی بکنه نه هر کاری دلش بخواد هر گناهی دلش بخواد بکنه قانون مثلا زناکاری رو یه دونه کلمه میخونن اونو قانونی میکنن میگن آقا برو آزادی یعنی همان فرزندی خدا به ابراهیم وعده داد که اما اول آیه گفت خدا به ابراهیم وعده داد در اینجا فرق دیگری نیز وجود دارد خدا شریعت و احکام خود را توسط فرشتگان به موسی عطا کرد چون موسی وقتی روی کو رفت خدا گفت فرشتگان اومدن به موسی گفتن و نوشتن اون ده فرمان دادم به موسی اما خدا وعده خود را به ابراهیم به طور مستقیم داد یعنی گفت کسی از تو میاد عیسی مسیح که بیاد بعد خون خودشی میریزه گناه های ما رو پاک میکن این دیگه مستقیم خدا به ابراهیم وعده داده بود که کسی میاد به نام عیسی مسیح ولی میگه ده فرمان به توسط فرشتگان به موسی داده شد بدون اینکه واسطه ای در کار باشد همینی که الان گفتم بدون اینکه واسطه باشه مستقیم خود و خدا با ابراهیم صحبت کرد پس به این ترتیب آیا احکام خدا با وعده او متضاد است هرگز اگر ما می توانستیم با اجرای شریعت و احکام آن نجات بیابیم دیگر لازم نبود که خدا رای دیگری برای ما راه دیگری برای آزادی از چنگال و گناه به ما نشان داد میگی که وقتی شریعت خداوند آورد اگر لازم بود اون شریعت کافی بود دیگه خدا ایسای مسیر نمیفرستاد که ایسای مسیر در جسم بیاد بگه که بره برای ما گناهان ما چون میگو خو شریعت دادم بس دیگه نه بس شریعت دید ما انسان ها نمیتونیم طبق اون شریعت به خدا برسیم به خاطر همون عیسی مسیح اومد روی صلیب خون شریخ که ما فقط ایمان بیاریم به خون عیسی مسیح که برای گناه های من ریخته شد همین چقدر راحت بین نمیگه به آقا بوم ببند به خودت برو تو مردم بکش مردم ها. نه همچی چیزی نمیگه عیسی مسیح میگه به مردم معبد بکن به دشمن تو معبد بکن همسایت تو دوست داشته باش بزرگترین دستور خدا اینه که محبت بکنی به همسایه خود دو دوست داشته باشی خدا رو دوست داشته باشی همسایه خودم هم دوست داشته باشی که نه او همسایه بیزار یه کاری بکنم که حداقل اون دوتا مرغ داره من دو تا مرغشو بردارم این <applause> از مسئله کوچیک که میزنم زیرا کتاب آسمانی میفرماید که همه ما در چنگ گناه اسیدیم، چون خداوند میگه همه ما گناهکاریم و از جلال خداوند دوریم چرا برای اینکه نمیتونیم با شریعت و همه شریعتو رو انجام ببین شریعت یک دن نمونه الان دارم زمینی به شما میگم تابلو زده در خیابان آقا سی مایل میتونی بری این میشه یعنی قانون شریعت شما اینو میرین پنجا تا چهل تا که رو میبینین سی پنج تا بره تابلوها رو نگاه بکنه این همون بره ایش کس. این میشه شریعت بس نمیتونین شریعت رو اجرا بکنین ده فرمان هم همین جوریه دید مردم شریعت نمیتونست نمیتونن اجرا بکنن خدا رای دیگری پرستاد رای دیگری باز کرد ایسای مسیح اومد روی صلیب که من و تو ایمان بیاریم به عیسی مسیح و آزاد بشیم امروز ای هموطن اینقدر در اسیر و گناه در اسیر افسردگی در اسیر بدبختی و بیچارگی خودستی امروز یک اسم فقط میتونه تو رو نجات بده اونم نام عیسی مسیح با بردن نام عیسی مسیح هم نجات پیدا میکنی هم هر افسردگی رو از تو میره اگه گرفتاری در زندگی داشته باشی بی داشته باشی خداوند به نام عیسی مسیح وقتی دعا میکنی هم برکت هم گره ها باز میشه هم زندگی آرامش میاد در زندگی تو ما امروز به این نام احتیاج داریم نبریم توی هیئت و غمه بزنیم سرمونو بزنیم سگ نمیدونم یه دربار بشیم سگ نمیدونم یه بوت بشیم ما انسان خداوند ما رو به وجود آورد خوب برای خدا ما ارزش داریم هر انسانی برای خدا ارزش داره خدا اینقدر عاشق ما انسان ها بود که عیسی مسیح رو فرستاد تا روی صلیب بره خون خودش بریزه بمیره بعدا قیام بکنه این خدای زنده رو ما پرستش باید بکنیم اینقدر خدا با ما رو دوست داره و امروز بیا به ایسای مسیح ایمان بیار تا حقیقتم ببینی در زندگی تغییر رو در زندگیت ببینی شما رو به خدا میسپرم به دست ایسای مسیح میسپرم تا هفته دیگه بدرود، تا درودی دیگر مرسی که ما بیننده ما بودین <applause>